اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف سوم، زندگی سالم و توأم با رفاه برای همه. مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف شماره 3 عبارت است از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. 1-3 کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% به ازای هر 100,000 نفر تا سال 2030. 3-2 پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تا سال 2030. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1000 کودک باشد. 3-3 پایان دادن به بیماری های همگیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری‌های واگیردار تا سال 2030. 3-4 کاهش تعداد مرگ و میرهای زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 2030. 5-3 تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. 3-6 به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال 2030. 7-3 تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی تا سال 2030. 3-8 تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه. دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. 9-3 کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2030. 3-الف تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی
پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب. CB حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها و واکسن‌های مقوم به صرفه در راستای اعلامیه دوحه در مورد تریپس و بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری تریپس مبنی بر انعطاف‌پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تأکید دارد. سه جیم افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه. سه دال تقویت ظرفیت‌های همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای هشدار به هنگام، کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملی. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه به سومین هدف همانا زندگی سالم و توأم با رفاه برای همه توجه می‌کنیم. انسان سالم محور توسعه پایدار است و امروزه اهمیت توسعه سلامت و بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی بر هیچ کس پنهان نیست. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه ی حیات مدنی انسان‌ها است در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است. و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گروه کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری، تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیرقابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر می‌داند. در همین راستا حق بر حیات در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده 12 از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این، ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. همه مردم باید به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت و داروها از جمله حفاظت از ریسک مالی دسترسی داشته باشند. تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان نیز باید طبق ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. یکی دیگر از اهداف سال 2030 این است که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری، اطلاعات و آموزش را تضمین کند. مطابق با ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ماده 15 از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره 3 نموده است. اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردمی. بر اصل 23 اصول دیگری نیز با سالمت مرتبطند. طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اهم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در اصل 3، به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل 23 حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اهم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. اصل 21 مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند 1 اصل 33
تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کمکاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری می باشد. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می باشد، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد. حدود 1/4 کودکان یا گرسنگی کشیدند یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردند. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است. درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است. تحریم و افزایش قیمت دلار بیماران خاص را به زحمت انداخته است. بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری خود باید رنج و سختی کمبود دارو و افزایش قیمت آن را هم به دوش بکشند. این بیماران عموماً به دلیل نوع بیماری که دارند باید داروهایشان را در زمان مشخص و با کیفیت بالا مصرف کنند. بسیاری از داروهای این بیماران یا تولید داخل ندارد یا اگر هم داشته باشد آنقدر بیکیفیت است که تأثیرگذاری لازم را روی بدن بیماران ندارد و بعضاً بدن برخی از آنها به این داروها واکنش نشان می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز بیماری‌های جهانی، آلودگی هوا 7th عامل مرگ در دنیا و 7th عامل خطر در ایران است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، عراق، اهواز و شیراز، غلظت بعضی از آلاینده‌های هوا از استانداردهای ملی به مراتب بالاتر است. بر اساس برآوردها با احتساب پدیده ریزگردها جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور به نوعی در معرض یکی از انواع آلودگی‌های هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازد بلکه به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی، بهداشتی و فوریت‌های پزشکی که برای جمعیت تحت تاثیر انجام می‌شود هزینه های سرباری را نیز بر حوزه سلامت تحمیل می کند. و در نهایت باید به وضعیت قابل تحمل سلامت روانی ایرانیان اشاره کرد. تحقیقات تازه در ایران نشان می دهد بین 20-25% ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از 50% مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. آمار افسردگی در شهرهای بزرگ دنیا حدود 20-25 می باشد. اما در تهران تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که نزدیک به 34% تهرانی ها دارای بیماری روانی بودند. راهکارها چیست؟ کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر کودکان قابل پیشگیری، پایان دادن یا کاهش بیماری‌های دیگر مثل ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقام به صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری، تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها، سلامت روانی و آلودگی هوا.